صبح همگی به خیر، همه خوبید؟ خواهر مریم گفت آیا در خداوند شاد هستی؟ لذت میبری از اون؟ کلاس دیروزمون تفسیر بود، اما بخشی از این تفسیر لذت بردن از خداونده. ممکنه ما کتاب مقدس رو بخونیم، ممکنه هر روز دعا کنیم. اینجا خوندیم همون حرفی که آندرو مرای میگه که بعضیا دعا میکنن که دعا کرده باشه. ما دیروز دعا کردیم، امروز دعا کردیم، هر روز دعا میکنم. بعضی دعا میکنن تا چی؟ خدا رو بشناسن. بعضی کتاب مقدس میخونن تا خونده باشن. ولی بعضی کتاب مقدس رو میخونن تا خدا رو بشناسن. درسته؟ و با او چی؟ از لذت ببرن از او رو، حضور او. ای شبان اعظم گله خدا بند ایسا داماده با جلال سماوی بحر کلیسا. شما چطور؟ وقتی دعا میکنید میگی آخ دوباره وقت دعا رسید، آخ دوباره برم کلام رو بخونم، آخ دوباره کتاب برنم، آخ. یا میگی آخ جان عجب وقتی دوباره رسید که بشینم در حضور او. ولی میدونی مشکل چیه؟ اگر فقط در زمان دعا لذت ببرید و زمانهای دیگرتون رو از او لذت نبرید، باز مشکله. تنها افرادی از دعا لذت میبرن که در زمانهای دیگرش هم با خدا زندگی میکنه و لذت میبرن. اگر تو 24 ساعت نیم ساعتش رو برای دعا، اوکی، همه چی عالی، یا کنفرانس شور مسیحی میگفته بعضی، آقا بریم تو کنفرانس، آقا نمیدونم کلیسای فلانجا کنفرانس گذاشته، شب پرسته، به دعا، همه چی عالی، هللویا خداوند، ولی روز بعدش تمام. تا کنفرانس بعدی، سال بعدی، تابستون بعدی، بعضی ها درسته تابستون معمولا شروع میشه به ویژه در کشورهای مثل ترکیه، یونان که هم محل تفریه، محل خوبیه برای کنفرانس، درسته؟ و ولی من میخوام تشویقم اینه برای کلیسا که از خدا لذت ببره. خدا رو شکر. بذاریم با هم امروز قرار راجع به، اگه آرام جان عوض کنی لطف کنید ممنون میشم، امروز میخوام قرار راجع به معجزه خدا توسط خدمتکار خدا برای جلال خدا صحبت کنیم. از کتاب دوم پادشاهان فصل ششم آیات 1 تا 7 صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم بخونیم با هم دعا خواهیم کرد، اما بذارم یک مقدمه خلاصه صحبتی داشته باشیم و بعد از اون به سراغ متن خواهیم رفت برای خوندنش. اول قبل از هر چیز، چون این داستان وقتی که میخونیم در مورد تبر و حالا گم شدن و چیزهای دیگه که میریم با هم نگاه خواهیم کرد، ولی بذار یه سوالی رو بپرسیم. آیا تا حالا چیزی رو امانت یا قرض گرفته بید که مثلا اون چیز گم شده باشه؟ وقتی میخوای صاحبش استرس داره، درسته؟ مخصوصا اگر یه چیز ارزشمندی باشه، از یه نفر قرض گرفته باشی، حالا همون رو که میخوای بهش پس بدی پیدا نمیشه. یا برعکس، آیا تا حالا چیزی قرض گرفتی که خراب شده؟ اینجوری جلو صاحب اون مال داری میرید، خیلی بده نه؟ من یادم یه بار دریلی رو فکرم نیمه مال آبادی بود یا کجا بود یادم نیست دقیقا، خیلی چند وقت پیش، یعنی من رو که چند سال پیش، این دریل، این اون جایی که به حساب اون آهن اصلیش که اون مته چیز میره داخلش، همونو من گم کرده بودم. حالا هر چی میگشتم، و اگه یادتون باشه دریلم اصلا قدرتش رو اونه، یعنی بدون اون فایده نداره، میخوای مته رو چیکار کنی؟ 50 تا داشته باش. گفتم حالا بیا درستش کنی، آهنشو من نمیدونم کجا گذاشتم. استرس، خلاصه هرچی دعا میکردم خداوند رو نشونم بده، چون دیگه بدر نمیخوره، باید بری یا یه دونه بگیری، چون بدون اون فایده نداره. و معمولا وقتی میخوای بگیری، خیلی وقتا تو یونان همون چیزایی که میخوای اضافه کنی گرونتره تا از خود وسیله، درسته؟ میره چی رو عوض کنی، یارو انگار مثلا میگه آقا بیا این نورشو ببر، بیخیال شدیم. خب خیلی استرس داشتم، گفتم حالا چیکار کنم، ارزش اینم زیاده به هر حال. و کاری که انجام دادم این بود که گشتم و دعا کردم. وقتی پیدا شد واقعا خوشحال شدم، گفتم آخ دیگه آوردم و فکر کنم پس دادم.
دیوی بود، حالا کی بود زمان یادم نیست. یا برعکس، توی یونان من توی باغهای زیتون کار میکردم، بعد درخت‌های زیتون یه سال مثلا محصول میداد و یه سال محصول نمیداد، یعنی اونایی که امسال داشت محصول سال دیگه نداشت. بعد برای سال دیگه یونانی‌ها بهش میگن کاتاریزما، برای تمیز کردن، هرس کردن، یه جورایی اون درخت‌ها رو هرس میکردن، با تیشه سر و کار داشت، هرس میکردن، شاخهای اضافی رو میزدن، هرس یعنی که اصلاح میکنه، مثل درسته که هوا بخوره یا شاخهایی که اضافه است کنده بشه، برای اینکه رشد میوه و چیزهای دیگه بهتر بشه برای درخت. و معمولا ما از تیشه استفاده میکردیم، درسته؟ شما وقتی میخوای مال انگور رو، نمیدونم درخت انگور یا تاکو انجام بدید، با از یه قیچی یا چیزایی هست که استفاده میکنید برای باغبونی، ولی اون باد با تیشه، چون چوبا محکم بود میزدید، مثلا چوبا بعضی وقت بزرگ بود بعضی وقت کوچیک بود، بعد سر تیشه ها باد خیلی تیز میشد. یعنی حالا داستان نمیدونم راجع به اینه، من تیشه رو قرض کرده بودم واقعا از یه عزیزی بود، مال رومانی بود، همسایه‌مون بود و توی یکی گفتم روستای یونان. بعد کار که انجام دادم، باید پایین بود، یه چوب داشتم میزدم، یه دفعه اون تیشه چند بار خورد به یه سنگی زیر اون شاخه بود و دیدم اصلا کلن برگشت چیزاش. گفتم حالا بیا درستش کن، یعنی کج شد. آفرین، بچه رایی هم نداشت، چون قدرت تبر توی این سرشه دیگه، این تیغش هست، قدرت اون تیشه در واقع، حالا تبر بزرگتر برای قطع درخت استفاده میشه و قدرت اون تیشه تو اونجا، و انگار که هیچی من دیگه قدرت نداشتم. و رو منوش گفت حالا چجوری اینو برگردم به صاحبش، باید یه هزینه انجام بدم، امانتی تو دستم. و واقعا شاید شما خیلی وقتا این کارو امانتو گرفته باشید ولی به این مشکل بر. تا اینکه رفتم یه دونه تیغه رو نو براش خریدم، مرتب دادم تحویل، هزینه کردن، گرونم بود، هزینه تقریبا روز کاریم و روز بعد کاریمو گرفت یه جورایی برام، ولی بالاخره پس داده شد اون داستان، ولی خیلی استرس‌زا بود. به هر حال داستان امروزم راجع به گم شدن و اینا هست، اما قبل از اینکه بخوایم سراغ بخش امروز بریم، بذارید توضیح بدیم از کتاب پادشاهان و اصلا پادشاهان کیان و فلان. اوکی، در زمان عبری کتاب پادشاهانی که ما امروز تو دستمون داریم، دو تا کتاب داریم، اول پادشاهان، دوم پادشاهان، درسته؟ به عبری بهش میگن ملخیم، سفر ملخیم، یعنی سفر یعنی کتاب، به عربی هم استفاده میکنیم اون رو، سفر میگیم، سفر پیدایش، ما بعضی وقتا شنیدیم میگه سفر پیدایش، سفر، سفر یعنی کتاب، اوکی؟ سفر خروج، نه که از سفر شروع میشه، یعنی کتاب خروج، کتاب پیدایش، درسته؟ بعد ملخیم یعنی پادشاهان هم در زبان عبری. بعد در زمان عبری، در کانون یهودی عبری که ما صحبت کردیم، کتاب پادشاهان یک کتابه، یک تومار هست، اول پادشاهان، دوم پادشاهان. اما تو ترجمه که ما در کتاب مقدسمون داریم، دو بخش در ترجمه هفتاد تنان، اینو به دو بخش، اول پادشاهان و دوم پادشاهان تقسیم بنده کرده، در زمانی که ترجمه پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی، جلال است، پر قدرت است، پر جلال، تنها نام تو عیسی، چون ترسان شدم جانم خم شد، باز در تو سفر خواهم یافت، آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی است در نام تو عیسی، آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی است در نام تو عیسی، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی.